همه کاراتو گذاشتی امروز؟ گرفتی ما رو؟ یه سیم کلاس نشون میدیم میریم. اصلا چرا آوردی موتور رو؟ برگشتن ماشین داریم دیگه. من سفارش گرفتم از اونم موتور رو لازم دارن. خب بجون پس بجون سه به بعد نمیدن ماشین. حالا کوتا سه پیاده شو وایس اومد. اصلا میگم ولی آب پوشته اف شد. دل نمیکنی نه؟ نه شوخی کردم، هم آبش هست هم گوشتش دوباره بار میذاریم. میگن پراید خیلی گرون شده. تو رو خدا. به خدا بکن تو این اوضاع و وضع دلار و بازار و میدونی تو این شرایط کی خوب میبره؟ آه کسی که میاد مثلا یه ریسکی میکنه. یه دقیقه دور میزنم اینا معرفی نداره پیاده شو من نمیدونم بابا یه دقیقه اینا طرف خودش از پیاده شو بفهمیم پیاده شو بابا یه دقیقه من میدارم میارم دیگه سرکار بابا این وسیله کارمه سرکار بابا دست زنم سوخته یا عجله‌ای شد به من رفت نه برو باشه طرف صحبت کن سرکار چون سر بلش بچشش جناب سرما بابا نزه بالا نزه بالا جناب سرما تو رو قرآن ما رو انون خوردن انون بابا چه نقه مردا برگرم مداره که نداری کلات کن کلات خون نسو داریم هوا گرم دست سوخته اجله ایشو خود ما همیشه رایت نزه بالا بچه شیر خوره دارم تو خونه تو رو خدا خدا رو اینا کار زندگی دارن قانون هم داره همه یکی تو رو خدا یه دفعه که چیزی نمیشه شما بگو نظر بالا نقدی حساب کنه ما بریم خدا عوضش این حرفا مدارک تو کامل مدارکم کامل یه دفعه دور میزنم اینا برمیدارم میارم شما خسته ای از صبح سر کاری همه سر پا ما اینا رو درک میکنم آدمیم دیگه میفهمیم من خودم تو کار یه بار مصرفم شما دستور بفرما مراسمی چیزی داشته باشی کاسه بشقاب چنگال کار هر چی بخوای من میرسم خدمتتون لواسانی لواسانی آقا لواسانی لواسانی موتور رو بزن موتور رو سفر بزن موتور رو اسمت چی بود من مشتاق کچونی تو برگه توقیفش بنویس پیشنهاد رشوه بابا پیشنهاد رشوه چی من توهینی نکردم حرف بدی نزدم آقا خلافی رو پرداخت کردی مدارکتو میبری دادسرا قاضی به جرم رسیدی جرم میفهمی که بخوام مامور قانون عادی پیشنهاد رشوه آقا من حرف بدی نزدم توهین نکردم که الان هیچ کسی هیچ رشوه چیزی نمیگیره دیگه شما راست میگی میدونی از ما نمیگیره شما کم میدیم به ما میرسن میشن پسر پیغمبر رضا پنج آقا مرسی بسم الله الرحمن الرحیم سب کن بدونی اصلا ماشین حرکت نمی کن بریم حالا بعد بزن میریم مشتبا زیداش نکن تو خود نکن زشته ماشین آقا موتور برو پارکینگ برو دنبال موتور خیلی خوب بگی اومدش اذیت نکرد که شرمنده ها مزاحمتون شدیم نه دیگه میایم دنبالش کم کم قربون شما خداحافظ چی شد؟ مردی که اوزگن چرا انقدر گیر دادی به این موتور درب و داغون؟ بابا موتورم وسیله دستمه ولش کنم معمون خدا یه روی یه دوچرخه داره لازر ورق نگرش میده خب الان دو برابر پول خودشو باید بدی درش بیاری تو به این نگفتی با ماشین کارت بهتر را میفته چرا انقدر فاز عوض میکنی مشتبا؟ یارو میلیارد میدوزه هیچکی بیه یه برشم نیست سر موتور بگیری ما که میشه اینجا میشه سوئیس درش میارم فردا پس فردا درش میارم
نسیم، نسیم بیا مشمهاشو کنده. ای چرا کندی اینا رو؟ میذاشتی باشه دیگه. بابا چیه پلاسی مشما زندگیمونو برداشته؟ همه جا مشما مشما مشتبا مشما مشما مشتبا. کثیف میشه صندلیاش. این سفارش های یعقوبی رو بیا. کدوم هست؟ قاشق چنگال اونو میام لیوان. این شفاف هست. اسمش روش نوشته. نه کن اونو. بگی آی خط بیفته رو ماشین خط خطیت میکنم آ. یه بار مصرف سبایی که کردی بابا با کلاس شهری ما واسط یه بار مصرف نباشیم. آی دادم خب من برم چیز نمیخواد؟ مشمش اما نه خوش عربت بیارم بازم کلا آقا جان چی رو چی رو چی شده؟ بابات نذاش بخوابی نه انقدر که سر و صدا کرد. جون چیه خبریه؟ خبر که آب پرایدت از این خبر بهتر؟ بابا بذار قصتاش تموم شه بعد چوسی بیا. تموم نه نه نده بهش ماجی چشمم به زمین دادیم رفته شما چشتو ببن؟ چرا؟ ببن جونو مشتبا ببن یه چی برات گرفتم اگه گفتی چیه؟ اون رو سریه که بهت گفتم؟ آقا اون که تو تختم سرته میخوای دلایی کنی بپیچی روی این؟ بابا فردا نازم تموم میشه بگو یه راهنمایی بکن. الان از نون شب برات واجب تره. الان از نون شب واسمون دو تا قسط عقب افتاده خونه واجب تره و بیا یه دونه صندلی ماشین واسه نگار. چی گرفتی؟ اینم دو قسط خونه. خوبه؟ مشتبه. چیه؟ خوبه؟ بابا من به تو نگفتم الان موبایل نمیخوام. بابا تو گفتی موبایلم خرابه. خراب باشه الان چی مهمتره؟ موبایل مهمتره یا قسط خونه؟ قسطو میگی بابا این تعاوری مسکنی دو تا قسط بشه سه تا پس میگیرن خونه رو ازم. خوردن مگه دادن که بیام پس بگیرن. الان نمیخوای حال نمیکنی؟ ما رفتیم بیا بابا. دست درد نکنه اون مشتاق. نکو مام خراب بشه. به درد میخوره این اصلا رفتی گرفتی دوربین موبینش خوبه؟ قصه خونه عقب افتاده بود که واجب نبود حالا. آره بابا خیلی خورده نه؟ خیلی من دیدم پرایدت گرون شده گفتم ستمه گوشه دوزاری دستت بگیری بیا اینجا نگاه کن بابا نگاه یک دو سه بگی ما رفتیم آخ آخ فداش سرت دست نزن دست نزن من جمع میکنم خدا سومیشو به خیر کنم دست نزن دست نزن یه بار مصرف به یه دردایم میخورم ماجی خیلی دوستش دارم آخیش
میکنی؟ بیت نداری مگه تو؟ با نمیکنه بابا لامسته واسه دستشویی برگشتی؟ نه بیا اصل کاری یادم رو دستشویی مورد پلاستیک نه نه آقا باید ندار آزاب گرفتم اونجا رو بشی این که میتونی بشینی دیگه یارون جعبهشو باها کرده بود هفت ساعت باید تو شارژ بمونه و خراب میشه امروز یک شنبه است نسیم؟ آره یک شنبه است فردا دوشنبه جلسه خونه خانم اردهالیه پرسپولیس بازی داره میری استادیوم؟ نه با میگم پشت در بمونم با این کی دیده؟ نه من خونم دیگه بهت زنگ زدم یکم پیشا نشنیده تو دبه ترشیه؟ در سبزر چیکار کردی؟ میخوای چیکار؟ ترشی میخوای؟ شاش داری؟ شارژه رو بردی؟ نه مشتری برات پیدا کردم تو رو خدا کی؟ این علی حدیدی خیلی آدم لارجوی ها بچه خواب یو دیدی خوش شما سه بارش بالا گرفتیم واسه هاش بس کنش چی بود؟ بابا این آتشخاله رو برد از سر را دیگه نریزی دیگه بوره کشی داره نقاط باشه جبا دلت خوشه به حضرت عباس من با کل فکرامیل نداشتم 15 سال هر هفته اسمس دادم به برنامه 90 آخرش هیچی که هیچی اینا موتور ما رو نبرن جیب ما رو نزنه بنده نسیم نسیم چیه؟ ببین کارم عقب افتاد 2-3 ساعت کار ندارم میخوای بشینیم عروسک رو جفت جور کنی؟ خراب شد موجی با تو نمیخواد کمک کنی خجالت نمیکشی چرا؟ حالا ما هیچی خودت گرما خفه نمیشی اینو خیف میبندی هر روزم سفترش میکنی آدم از شوهرش رو میگیره نسیم یه ماه یه ماه؟ چجوری حساب کرده شد یه ماه؟ هنوز 14 روز نشده حالا من یه روز دو روزش اصلا کار ندارم یکی دیگه شدی نسیم یه چیز دیگه شدی اصلا تو خدا لعنت کنی زن تهران پارسیه همسایه‌ام اسمش چی بود؟ بدبخت زنه اصلا با این نشستی بلند شدی مختو زد با من نمیدونم اون خالکوبی تو باور کنم نمیدونم اون جلسه قرآن تو باور کنم بابا یه ماتیکی یه بالایی یه لاک چشم دیگه ما حرف زده بودیم دیگه حرف نزدیم نسیم تو حرف خودتو زدی به قرآن من برم تو هر دادگاهی بگم آقا زنم با هم این کارا رو میکنه 2 سو طلاقت میده دیگه چی؟ شما خیلی شما خیلی بگو بله برو من راضی نیستم به خدا جون نگار راضی نیست. سر چرت و پرت جون نگار قسم نخور. قسم زن باید خوشگل باشه سفید و کمی چاق. الو. مخلصی. آه من گفتم خودم میارم آخه. آره. 50 تومن. قیمتی که من نمیذارم. قیمتو من نمیذارم. برو از جای دیگه خرید کن. دارم میگم بار از جای دیگه خرید کن خداحافظ خداحافظ بر چی مشتری ها میپرونه تو این بیپولی؟ نه بابا این سیده اومده دنبال اجاره؟ من جنساشو ببرم بشین ممی نگارم سر بزن جانم سید تونه مایی؟ آره بیا برو یه آزمایش بده چربی قند اینا همه رو چک کن طبیعی نیست اینجوری عرق میکنی نه بابا آفتاب دیشب هم من نخوابیدم
چی شو؟ هیچی با مرتیکه عوضی بیشور میگه 5000 عروسک چینی ها نیست. میگم اگه ما حلال حرون حالیمون نمیشد محتاج تو کارت نبودی. اینه که میگم نمیخواد اینجا کار بکنی یا برای اینه. هرچی گفتم آخرش پولشو کم کرد. تازه نه پول جنساره ها، پول سر هم شده فروش بازار رو کم کرد. آدای سر خودتو بچه. بولبول گرفتی ازش؟ نه بابا دبه کرد گفت سر ماه یه جا میدم. ندادیم ماه. دیگه پافیوز. کجا میری؟ گردن کلاه داوردی واسه من. غلط کردم. مرتی کردی شو پس بهت خجالت نمیکشی؟ برای چی حقوقش رو نمیدی؟ حقوق یه زن رو میخوری. دبگه میکنه هر تقیله که هست. مما زنگ بزن پلیس بیاد اینا رو. زنگ بزن به پدر پلیس. به اسم اسباب بازی عروسه که لختی بود. بگیر. بگیر اینو دستم شکست. بس چی اینجوری کردی تو یهو؟ یه چیز میخورد سر کله بچه چی؟ نمیخواد دیگه بری دست کام از کنشون رو پس بده. حالا وایسا نگاه کن خدا چجوری تقاستش رو پس بگیره. بلمون کن تو هم هر جا که همیاری حواله میده به خدا پیغمبر. موشکو برداشتی؟ آره برشتم دستم. چیه؟ گوه بگیرم. چی شده؟ نه یا ماشی وا چی اینجوری شد؟ کسافت به اینجا هم پس داده. وایسا بیا منو ما هم راست داریستش میکنیم. بشین بلش کن درستش بکن. این تو خونه وای کاسه رو بده. اون غذا میخوری. بده اینه بده این چاقا کنه بده. این با چای دشویی یکیه؟ نه بابا اگه یکی بود که الان یه با اینجا باستان با سیخ میشه. اگر آتاشخال بزرگی نندازین توی لوله دیگه خوب شده. اساسی درستش کردم با گارانتی. خیال تو راحت. بده. فقط آقا لطف کنه این ته سیگارا توش با توی لوله نندازین. سیگاری نیستم من. مال قبل حتما دیگه. نه خانم کجا مال قبله. اینا تازه یه. شما میدونه لوله کشی خونه درست مثل رگا به دل ما آدم ها میمونه. یه ذره لخت خونی، یه ذره چربی، میرگ میگیره سکته. اصلا میدونه چرا سکته زیاد شده؟ بخاطر جوورا میرن هی آتشخالان میزن به بدنشون سکته میکنه. میرن پیش دکتر هم فنر میزنه رگاشون باز میکنه. همون کاری من میکنم. دکتر فنر میزنه رگ مگار با میکنه. من فنر میزنم لول مولار با میکنم. کارم توفیری خود دارم میدم. من یه پا دکترم. فقط ها اولا دکوپاز دارن و کلاس. الان درست شد دیگه ایشالله. الان که بله دی خیال تو راحت باشه. ولی حواستون باشه. اگر دفعه دیگه لولا بگیرن دی مکافات داره. میدونی چرا؟ خونه شما لول کشیش خود خونه همسایه تو اینا مشترکن. هر دوتاشون توی یه چاق قدیمی پوکیده یه. اگر این دفعه لولا بگیره دیگه با فنر جواب نمیده. میباید چیکار کنه؟ عمل باز انجام بده. یعنی چی؟ یعنی با بود لولا رو عوض کنه. چقدر حرف میزنی؟ جایی تو بخور دکتر. چشم. ببخشیم. خورما نداره؟ خورما؟ کی بشه بگیریم خونه رو راحت شیم؟ موجی؟ بدشم.
بگو من بچه رو بده من راحت به نصر جنس. زحمت میشه ببخش. بچه که رحمت مادر. دوباره هم اگه کار داشتی بیار بذارش پیش خودم. میدونی که من 30 سال سر و کارم با بچه ها و تربیتشون بوده. قربونتون برم، ما که همیشه مزاحم شما هستیم. مشکل گوشا اسمش رو خودشش. شک ندارم که خیلی زود گره از کار تو هم باز میشه. ایشالله با امید خدا. ای وای بخشی تو رو خدا، من شوهرم تازه برام گرفته، نرسیدم زنگش رو عوض کنم. به سلامت کشمت. الو جونم موجی. چی شده؟ بخشید مشتبا بچه اینجا نشستی؟ ببینمت خوبی؟ آره خوبی اینجوری افتادی اینجا؟ خوبم مرسی. چی شد یه دفعه؟ فرمان دستم در رفت و جدوه ماشینو داغون کردم. ماشین فدای سر تو، چرا نرفتی بیمارستان؟ خوبم، آره خوبه. چی خوبم رنگت این دیگه چه دیواره؟ خوب نیستی عزیز من، سر کلت داغونه، چشمون زدن یه پراید خریدی. بینو بخور فشارت میزون شه. مشتبه میتونی را بری؟ آره پاشو بریم بیمارستان. بابا بیمارستان چیز تو یارو گفت نمیخواد، آمبولانس گفت نمیخواد. یعنی تو رفتی دکتر؟ پیاده شدم ماشین گفت نمیخواد. از آمبولانس پیاده شدی؟ مشتبه باید بریم بیمارستان عکس بگیر. بابا نمیخواد الان بالاشین بریم بیمارستان. بگی میگه 3 روز 4 روز میگیره برمیداره آدمو میخوابونه. خیالمون راحت میشه عوضش. به کی داره زنگ میزنی؟ زنگ بزنم داداشت بیاد ببرتت بیمارستان. من حریف تو نمیشم. نمیخواد بابا بهش زنگ نزن، نمیخواد به ما ان زنگ بزنی. من میگیرم میخوابم حالم خوب میشه. نسیم میریم همون دنبال ماشین رو برمیداره میاری. ماشین رو زنگ میزنیم مصطفی بره ورداره بیاره. الان تو باید بری بیمارستان عکس بگیری. مصطفی گو خورده، میگم بابا حالم خوبه، حالم خوب میشه، نمیخواد زنگ بزنی به اون. من چیکار کنم الان برات؟ مصطفی پا شدی ما یه از اومدی خونه. تو برو بچه رو ساکت کن، یه 2 ساعت 3 ساعت بگیره، من بگیرم بخوابم حالم خوب میشه. نسیم 2 دقیقه آژانس میگیریم میریم تا درمونگا برمیگردیم. خوب نشد، حالم خوب نشد، تو منو برمیگرد قبل سومرد و دکتر میگم حالم خوب میشه. موجی جونم، موجی پاشو پاشو، لقمه بخور ضعف کردی از صبح. الان خلوته بریم ماشینم بیا. موجی مشتبه 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 یاله برفت یاله برفت موجی باشد یاله خدای خود کمک کن. مشتبه مشتبه جان، مشتبه جان بلند شو، بلند شو، پاشو وایسا، پاشو موجی 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 پاشو، تو رو خدا پاشو مشتبه. موجی چاشیدی تو خودت، یا هم برفز، یا امام زمان. خدا گفتم تو گوش نکردی. اول میمیم ماشین رو بگیریم. ماشین بخوره تو سر من. الو اورژانت. آقا من شوهرم صبح تصادف کرده، نه خوب بود، خوابید پا شد، الان دست پاش حس نداره، خودشم خیس کرد. بله کنترل ادرار نداره. مشتبه موجی اگه گوشت خون نیومده از صبح؟ نه بالا نیاوردی؟ نه نه آقا اختار قرآن زود بیای. نسیم جان جون نسیم چیه؟ تو زودتر برو ماشین رو بردار. باشه باشه ماشین رو برمیداریم حالا فردا. پلیسی کسی من در رو نکن. پلیس چرا مشتبه؟ به آدم زدی؟ نه
از چی؟ نمیدونم، یادم نیست. یعنی چی؟ درست بگو. صورت شکایت کرده. باز چی شکایت کرده؟ سر یه خورده حساب، یه بار مصرف. تو در آنکو باش، خیالت راحت. حالا اصلا شاید رفتیم دکتر دید گفت چیزی نیست، زود مرخص شدی. انشالله به امید خدا. خانم میشه باش حرف نزنی؟ استرس براش خود. چشم باش. خانم سماوات شمایی؟ بفرمایید. من همراه کچویی هم، تصادفیه. خواستم اینم حالش چطوره؟ یه لحظه اجازه بدیم. گوشیش حلقه هم نباید دستش بشه. خانم این دقیقا مشکلش چیه؟ آخه اصلا خوب بود بعد تصادف. بیشتر علائم هماتوم مغزه. یه لخت خون تو نیمکره چپ مغزشه، باعث شده طرف راست بدنش از کار بیفته. فعلا چند واحد مسکن و آرام بخش بهش تزریق کردیم، خواب. کی خوب میشه؟ اونو دیگه بعد از پزشک متخصصش بپرسی عزیزم. بستگی به جا و اندازه لخته داره، از یه هفته تا چند سال ممکنه طول بکشه. فعلا ملاقات نداره، شما اینجا نمونید. دفعه بعد هم اومدین بیمارستان بچه همراهتون نباشه. بفرمایید. شفیع جان بساش بسنوامشو چشمیارو همه رو دیس کن. سرم، آنژیوکت، همه چی. میکروست. شجاع شجاع شجاع، یه تخم مرغ بنداز من مردم از گشنگی. شجاع یه دونه. این ایزوله دو سی وی پی داره یا پگ؟ پگ. میتونی 25 رو بکشی مرخصش کنیم بره؟ ببینم میتونی یه تک رقمی تحویل بدی واسه فردا، یه دو تا دیگه مرخص کنی. حله. خانم ببخشید، من همراه کچویی هم. خیلی نگران حال شوهرم، اینا نمیذارن من اینجا بمونم. مثلا ببینم میشه من شماره شما رو داشته باشم؟ نه عزیزم، شماره شخصیمه که نمیتونم بهت بدم. حالا زحمت آقای نمیشه برای شما. آقای سخایی سرویس ها رو چک میکنی لطفاً؟ میگم زحمت نمیشه اگه شما شماره من رو بزنی تو گوشی. عزیزم شماره شما رو داریم تو پرونده. میدونم. میخوام به خود شما بدم. لازم بود باهاتون تماس میگیرم. خدا شاهد نمیخوام مزاحمتون بشم. میگم یه وقتی نگران بودم زنگ بزنم. نگران نباش، مورد اینجوری اینجا زیاد داشتیم. همه کاراش داره انجام میشه، دکترش هم ببینیم. سومین باره که دارین اتفاق تو بخش من میفته. من نمیدونم شما به عنوان حراست اینجا چیکار میکنید. حالا من میدونم کار کیه، ولی دفعه دیگه این اتفاق بیفته من از چشم شما. حالا شما خانم شما شماره منو بزن تو گوشی. حواسم به مریضت هست، اصلا نگران نباش. آخه عزیزم تو که ناز، اسمش چیه این؟ اسمش نگاه ماشالله زار الله. داری چی کار میکنی؟ داری بچشون ترس فقط شاخشون نمیکشه بگی رئیس. خانمی هادی باشه؟ نگران نباش، با من. خانمی هادی با شما. من فریبا. اصلا نگه جذابتر و پرجذبتر از شما داریم خانم سماوات. قربونتون برم. خوبین، قربونتون برم. چیزی شده فدات جان؟ یعنی شما نمیدونی خانم هادی؟ ولی اینجا هر اتفاقی میفته همه من بازخواست میکنم. قربونتون برم.
شما بفرمایید چی شده، من توضیح میدم خدمتتون. حالا بالاخره معلوم میشه که این همه مورفین آرام بخش چجوری بدون پوکی و خشاب از اینجا کسر میشه سر از ناصر خسرو در میاره. اون که بله حق شماست بدون دست کی کجه، و من که مشکل ندارم. حالا که پاکه چه منتش به خاک. نه بچه ها بپرسیم. من رفتم دفتر پرستاری، دوتا کنسری داشتم، براشون مورفین گرفتم زدم. این یه ذره تکرار که میشه میدونین با آدم بر میخوره حقیقتش. قشنگ نیست. خانم میرهادی، من فقط به وظیفه‌ام عمل میکنم. آقای مجیدی، راه نمایشون کنم هراسان. شکرم صحبت یکتن زادن باشین چی خار اولار میره برجونا گره شکایت الیه حکم بازرس آلا ماموراره گتره گاپیا یخ بالا مشتبیه خاطر دی میرم قتلنن مواد یخچی دادش بلن زایفر من نسیمم آقا تورج به خاطر شکایت شما سلان های مأمور اومده در خونه ما باشتب خودش کن یعنی چی یه سال دیگه با هم کار نمی کن نه چی رو من بدونم نمی بگین تو رو خدا آقا تورج جان سمانت بکن میگم جان سمانه چش قسم نمیخورم آخو تورج ما با هم نون و نمک خوردیم بگو تو رو قرآن اگه چیزی میدونی نمیگم خدا شاهده نمیگم شما گفتی مشتبه کار مواد میکنه شما میدونستی چرا الان داری نه من نمیگم تقصیر شماست میگم الو الو آقا تورج
میخوام با مشنبا کچه صحبت کنم. مراقبت های ویژه هست. میدونم خانم، یه سوال دارم ازش، فقط تو رو قرآن، تو رو خدا یه لحظه هست. خانم این هادی نیست اونجا؟ پرست سرت انداخته پایین پشت بوم و در خونه پشتی و دو دره دیگه. آقا چی آدم میترسونی؟ خونمون اینجاست، دو دره یعنی چی؟ کجاست؟ همین در سفیده تای کوچه. نشونه بده ببینم. آقا من بچه هم مریضه، باید بگم خونه تو که بازرسی مواد داره، میفهمی اینا؟ آقا جون مادرت، تو رو خدا به خاطر این بچه بذار من برم. تو رو قرآن آقا، الان چی به من میرسه؟ جناب سرام بفهم الان من دارم با تو صحبت میکنم دوباره باید برم از اول خدمت کنم؟ ها؟ خدا شاهده پولم رام نیست. نمیدونم دیگه. یه شماره کارت تو بده. میریزم. دیگه مثلا میخوای بی خیال ولش کنه؟ ها؟ ارزشش رو نداره. بیفشون زنگ میزنم مامور زنگ بده. بیفشون. آقا تو رو قرآن نکن. بیا. خوبه دیگه ها؟ میگم ما دو نفریم. خب من باید یه جوری دهن سرشو رو ببندم دیگه. که اینه من خر نیست تو این وضعیت ها اینجور کنه. الان هم اگه هوا تو داشتن فقط به خاطر این بچه هست. وایسا ببین، هرچی اصلا هر اتفاق افتاد، هرچی از خونه اومد بیرون، تو خونه نبودی. خب راضی هستی؟ خواستی بفروششون، بیار بده به خودم. فرم تب داریم ما اینجا، دلیل رو بگیر ببینید اون بفرسته بالا سریع. مشتبه مشتبه جریان چیه؟ صبحتن کافونه سنیره بلا چی کار کردی تو؟ تکون نخور آقا، خانم که چی خبره؟ دارم با شوهرم حرف بزنم. اینجا که جایی حرف بزنم بزنم بیمارستانه. خانم پنج دقیقه باید با حرف بزنم. تو برو، من خودم میبرمش. با تو هم بذار سیتیش انجام شه. میگم تو چی میگه؟ کاراش تموم شه، ساعت ملاقات حرف بزن. نمیتونم وایسم تو ساعت ملاقات. خانم الان باید حرف بزنم. چند تا سیتی و سونای دیگه هم مونده. تو بیام خود مریضه دارم میگم. خانم این بابا زمین که به آسمون نمیاد. میگم 5 دقیقه بخوام با شوهرم حرف بزنم. وایس تو نمیتونم اصلا. وایس ببینم اصلا چه شونه میزنی با من. اصلا اینا تو آشغال چیه تو گذاشتی تو کیف من دیروز؟ خلاص کن در نه. چه شر میشه عزیزم. خیلی خوب خیلی خوب باشه. الان ردیف میکنم یه جا حرف بزنی، کاری نداره که. بیا بگیر اینا رو. بگیر اینا رو، خودم صد تا بدبختی دارم. من هم مروسله شهر ندارم. بیا بگیرشون، بذارشون تو ماشین. 206 تک پارکینگ بیمارستان. کجا بریم الان؟ بذار من ردیفش میکنم. خونه چی ندارم. خیالت راحت؟ خیالم راحت؟ تمام راه خدا خدا میکردم بگی اشتباه شده، بگی این کاره نیستی تو. چرا آخه؟ گفتم کلی میگیرم، خورد خورد میپروشم و از اون بهتر شد میذارم کنار. نشد نشد. مشتبه اینقدر چرت و پرت یه بار یه بار مثل آدم برای من تعریف کن بفهمم چی شده. میتونی؟ پشت فرمون بهم تلفن زدن، فروختنت هول کردم، ماشین هول به جدول
برگشت. جنسا تو پراید نسیم نریم برداریم ورش میزنم. نیم کیلو تو سپر، سپر عقب، یک کیلو زیر صندل. یک کیلو نیم چی؟ شیشه. پولش از کجا آوردی؟ میگم پولش از کجا آوردی؟ خونه، خونه تابونی مسکن رو وکالتی که فروختم نشد. وای مشتم و بدبخته بود کردی، بدبخته بود کردی. از علی حدیدی گرفتم یه جا، بیام بیرون یه جا بهش میدم. فقط من یه دو ساعت بیار بیرون نسیم. همین زندگیمونه نسیم. تو زندگی میفهمی یعنی چی؟ ماشینو کجا گذاشتی؟ میگم ماشینو کجا گذاشتی؟ کار تو نیست. کار کیه پس؟ کار توه؟ تو میتونی؟ رو پات نمیتونی وایسی؟ میتونی؟ بیا برو، بیا برو درستش کن. پاشو برو دیگه. شب باید بری جنسان رو برداشتی سمت خونه دیگه نرو. بگو ماشین کجاست؟ نزدیک این پل جدیده تای خیابون سمت خونه. نسیم این دفعه اومدی یه ذره بیار، فروختم به مشتری، شهر میشه. خاک تو سرت، خاک تو سرت. من خبره پس دیگه تمومش کنین، دعواتونو بذاریم واسه بعد. بگیرش شفا، بیر جمعینو ببرش. توی تو مرزاد اومده باز کار داره. ببین اگه شما فرمشو پر نکردی؟ بله خودم پر کرد. تازگی چیزی ندیدین؟ مثل بیخوابی، بیاشتهایی، بیقراری، عدم تمایلش به شما یا شدت تمایلش؟ نه. چطور؟ تو آزمایش ادرارش ترکیبات آمفتامین پیدا شده. به احتمال قریب به یقین شوهرتون شیشه مصرف میکنه. من هیچ وقت چی ندیدم از در حال چه دیدین چه ندیدین مصرف کننده است. دکتر شما مطمئنین شیشه بکشه؟ من از خودم که نمیگم خانم، آزمایشات میگه. بله گفتم عزیز من همون 370 هفت شب منتظر. دمت گرم، خیلی حال دادی. یعنی هر کار اینجا داشته باشه من گذاشتم تو داشبورد. چرا اعضا گرفتی؟ بعد جای ما بودی چی کار میکردی؟ میدونی روزی چند نفر صاف میرن سردخونه و بعد سینه قبرستون؟ فقط مردنه که چاره نداره. بعضی وقت آدم بمیره بهتر. نه نگو اینو اصلا. خدا رو شکر. کجا داری میری الان؟ برم شیر اینو بدم، برم دنبال بدبختیم. خب بیا بشین اینجا شیرشو بده. بیا. اشکال یه. نداره. نه بابا چه اشکالی؟ یه. الان میخوری بابا؟
بابا مگه شیر خودتو نمیدی بهش؟ نه سو اومدم به شیر بدم دیدم خوش شده شیرم دیگه از که استرس داری دیگه درست میشه نداره خب بدش به من تو راحت کارت انجام بده بیا چی بود اسمش؟ نگار نگار خانوم پیشی پیشی کو؟ پیشی کو؟ قد نمیدونین دیگه همین بچه بیا ببین بخش زنان زایمان چه خبره همه آرزوشون یه بچه خوب مثل این داشته باشم ساله خوشگل ماشالله ماشین که نداریم میرسونمت با. سلام خوبی ببین من اومدم دم در رام نمیدم برم تو که میتونی یه زنگ بزنی من برم یه دقیقه مشتبا رو ببینم آره ای اومده تو بخش خدا رو شکر ببین فقط یه چیز دیگه من میتونم یه سری وسیله بذارم تو کمد تو خانم شفارودی؟ بله من دوست فریبا که نقصه کنم این کماده خانمی هدی بفر ببخشیده بزرگواری کردی بفرمی نگار کجاست پیش اگه پرست شرمنده تو بچه نسیم رفتی مواد و تو ماشی مرداشتی همه رو ریختم دور با پنج شهر سکی از آلبرت دزدیده بودی همه رو ریختم تو جوب خونه که نبردی کسی چیزی نگی نسیم داداشت
یک کیلو نیمه. حکمش اعدام. اون یه ذره که بهت گفتم قولشو دادم آوردی؟ اگه نیاوردی تو راه پله دب ترشی در سبزه یه ذره آب بنده کردم اونو بیار. قولشو دادم نسیم. اینو میخوای دیگه؟ قولشو دادی؟ خاک تو سرت ماشتم. دکتر بهم گفت خودت میکشی. مثل قرآن من حالم خرابه. نرمیم این باره نسیم بیان بیرون دیگه نمیکش. سکان بگیرم ردیفش. صندلی بچه رو دیدی نسیم؟ حالت خوبه خانم؟ به دلنگیزی یک احساس به تولور شد. خیلی ممنونم، همینجا پیاده میشه. به شکوه رویا در تولور نور و سرور. ببخشید تو رو خدا، دوباره زحمتش افتاد گردن شما. این حرفا چیه مادر؟ من که خودم گفتم همیشه بذاریش پیش من. کاری داشتیم پس بهم زنگ بزنید. برو خیالت راحت. خدا خدا
خانم کچویی. بله. یه چند لحظه منتظر باشین، دکتر مهرزاد با شما کار کنم. چی شده؟ خودشون با اتون صحبت میکنم. تشریف آورده. آقای دکتر، با من کار داشتین؟ بله خانم کچویی. اگه مریضتون تو این دو سه روز بهتر نشه یا لخته با دارو جذب نشه، برید یه جای خوب عملش کنیم. عملش هم کم سخت و پیچیده است. باید هرچی سریع‌تر عمل بشه، اگه دیر بشه ممکنه هر اتفاقی بیفته. یعنی چی هر اتفاقی ممکنه بیفته؟ یعنی ممکن زایای گسترش پیدا کنه، رو عمل کرده حرکتی یا اعضای دیگه‌اش تاثیر بذاره. من هماهنگی می‌کنم، تشریف بیارین هم بیمارستان خصوصی که هستم کاراش انجام بدین که عملش زودتر انجام بشه. وقت بیمارستان خصوصی ببریم چقدر میشه هزینه عملش؟ حدود 100 خورده. 100 خورده؟ بله همین حدودا. هر وقت که بودین بهم بگین، خبر بدین هماهنگیش انجام میشه. عزیز باشین تا دیده شد. خانم شفارودی رو ندیدی؟ نه ندیدم. میشه بگید یکی بیاد این کمد رو باز کنه؟ کی شما رو داده اینجا؟ اینجا چی کار میکنه؟ من دوست خانم میرهادی هم، وسایلم تو کمدشون رو میخوام بردارم بدم. خیلی خوب خانم، بیرون تشریف داشته باشین. هر موقع خودشون اومدن میان درو باز میکنن. خودش از صبح هر چی زنگ میزنم جواب تلفنمو نمیده. بگین لطفا یکی بیاد در این کمد رو باز کنه. من میشه که کسی در کمد رو باز کنه خانم؟ اینجا مقررات داره، هر کسی هم کلید خودش رو داره میفهمه. چرا بی ربط میگه خانم؟ دیشب خانم شفارودی کلید یدک داشت، من وسایلمو گذاشتم تو این کمد. چی هر کی کلید خودشو داره؟ بگین بیاد باز کنه ببینم. من الان زنگ میزنم تکلیفتون رو روشن کنم. زنگ بزن. الو حاتمی هم، لطف میکنید باز کنید خانم سماوات؟ این برق‌کشی رو اقلا زودتر درست کنید، اینقدر برق نره. زودتر تموم کنید دیگه این بازسازی رو. یه ماه دارن بازسازی میکنن، هر چی بهشون نمیگی. ها بفرما. اینم خانم سماوات. چه خبرته خانم؟ برشی داد بیداد را انداختی؟ خانم بی ربط نمیگم که، میگم من یه کیف اینجا امانت گذاشتم، بدیم برم. همین. یعنی چی امانت گذاشتم؟ مگه اینجا بانکه؟ به کی امانت دادی؟ به خانم میرهادی. خانم شفارودی هم شاهده. شفارودی همین بغل تو آبدارخونه است، بگو سریع بیاد اینجا. بله چشم. عزیزم اینجا هیچ کس مسئول کارهای خانم میرهادی نیست. اگه چیزی به ایشون دادی بعد از خودشون تحویل بگیر. خودش جواب منو نمیده. 100 دفعه زنگ زدم، اس ام اس دادم، آب قرآن من دیشب آوردم گذاشتم تو کمد. دیشب که اصلا ایشون شیفت نبوده. چی میگی عزیزم؟ زنگ زده خانم شفارودی با کلید یدک در کمدش رو باز کرده، منم ساکمو گذاشتم تو خانه. من همه دارو ندارم اون توه. تو رو قرآن بگین در این کمد رو باز کنم. بیا خانم شفارودی، تو رو خدا بیا برو این کمد رو باز کن. من نمیدونم، به جان خودم نمیدونم خانم از چی داره حرف میزنه. چرا قسم دروغ میخوری؟ تو نمیدونی من چی میگم؟ نه. تو ساک منو نذاشتی تو کمد خانم میهادی. چی خانم؟ به جان خودم من نمیدونم. کلید زاپاس کمد بده به من. بده به من کلیدا رو. شماره کمد شنده. 44. اینا این تو که چیزی نیست خانم. یا من فز نبخ شدم. آی من دیدم پری روز این قرص و آمپول از اینجا برداشت. چرا کیفمو گذاشتم این جای خود؟ خانم بلند شو، اینجا جای این کارا نیست. بلند شو. خانم شفارودی بگو دیگه، بگو. تو میدونی من کیفم رو دیشب گذاشتم اینجا. شفارودی من به خدمت تو و میرهادی میرسم. برای چی خواهد؟ همه زندگی من رو تو بود خانم سماوات.
شما که در جریانی من شوهرم باید عمل بشه. من دستم به هیچ جا بر نیست خدا شاهده. یه آدرس به من بدین ازش برم کیفم رو پس بگیرم. تو رو خدا عزیزم ما اجازه همچین کاری نداریم. شما اگه شکایتی داری حتما بنویس بده به ریاست. خانمو بلند کن هدایتش کن بیرون بخش. بلند شو عزیزم اینقدر سر صدا نکن. تو رو خدا خانم سقاوت آدرسش رو تو نمیدونم عزیزم. همه زندگی رو برام برده. خدا شاهده روسیه. منم اینجا فقط یه خدماتی استفادم. به کسی نازم رو میخره. نه آدم رو پارتی دارم. خدا ترسیدم اگه حرف بزنم برام بد بشه. وقت از اینجا بندازنم بیرون. خاموش کرد موبایلش. این تو رو قرآن اگه میتونی آدرسش رو بسم گیر بیار. خب بزن. میخوای تو برو دمه در من ببینم. میتونم از یه جاز خونش رو برات پیدا کنم. بداشه. برو کنار. موبایل تو چرا جواب نمیدی؟ تو بیار پایین اگه تحویل هست. سلطن دخت اومدی تو. کیف من کو؟ کیف من کو؟ چی کارش کردی؟ مردود هست. کیف همون دو کیلو شیش هست که چپوندی تو کمد من. آره؟ کجا آیش کردی؟ سریم گیری بیا برو بیرون. نم کن. میگم برو بیرون. حالا زنگ میزنم پلیس سکی بتو بشن. وایسا. میگم به زور اومدی تو خونه من. الو. آقا یکی به زور اومده اینجا تو خونه. صفت ببینم عوضی یا خدا فریبا ببخشید. ببخشید معذرت. دیدی خوب تماشام کن. اینه ته زندگی من بدبخت. من اگه روزی دو تا از اون مورفین ها نزدم نمیتونم رو پام وایستم. چیه؟ اصابت خرم شیرت خوش شده. من جام سینه ها ببری. ببخشید. ببخشید. فریبا. تو که بعض منو میدونی. مجرم و باید عمل شد. دیگه نمیتونم چی کار باید بکنم. آروم باش تو رو خدا. فریبا کیفمو میدی برم. صبح در کیفو باز کردم گرخیدم. نفهمیدم چجوری اومدم خونه. دست شانس نیما دید. نیما کیه؟ اینجا خونه اونه. او با هم زندگی میکن. فریبا همه زندگی من تو اون کیفه. شوهر احمقم داره نداره منو فروخته داده اون آشغالا رو خریده. من الان باید چی کار کنم با یه بچه کوچیک و یه شوهر علیل؟ تو رو قرآن بگو کیف من کجاست. تو رو به اول فضل بگو کیف من کجاست. فریبا با تو هم کیف تو جا گفشی دمه داره. گفته دنبال مشتری مواد. به جای پلیس سعی زدم به نیما بجم تا نیمده. شرمنده نگفتم چی تو ساکه. حلال کن تو رو خدا. ببین من سه سال همه جور پای نیما وایسادم. مریض شدم. مریضم کرد.
هیچ مرد اینقدر ارزش رو نداره که واسش خودتو با آب آتیش بزنی. چی شد آقا؟ یه چند دقیقه طول میکشه. درست میشه؟ 10 دقیقه رو دیگه. الو علی آقا، من زن مشتبه، خودش گفت بهتون زنگ بزنم. بله، مشتبه میخواد همه شیشه هایی که ازتون گرفته رو یه جا بهتون پس بده. بله میدونم به ضرره، خودش هم میدونه، ولی الان رو تخت بیمارستانه، نمیتونه خوب بفروشه. چقدر؟ 10 چجوری حساب کردین شما؟ اینکه همش ضرره. خب این همه پول بهتون داده، شما حداقل نصفشو که میتونین بهش پس بدین، نمیتونین؟ کی به شما گفته از جاتون پاشین؟ برگردین سر جاتون، مریض پارزی که راه نمیفته قدم آهسته کل اتاقو بزنه، تکون نخور. آقای ربیعی یه دقیقه بیا. دیدمت. یه 2 گرمی بده. اینه؟ آره. چقدر شد؟ چند میگیری همیشه؟ این 2 گرمی ها 100، این 1 گرمی ها 50. بقیهش صندوق سر بچهت برات میارم. نمیخواد بقیش. درد که دو تا پکی 1 گرمی به ما بده. تو به جاش اومدی؟ خودش نیومده؟ بده بریم نسقی. یه پک سدی بده. تنها اومدی؟ چیکار می‌کنی؟ چیکار می‌کنی؟ بلش کن. بله. ندارم هیچی دیگه خانم. ندارم میگم. چی میگی شما؟ همونجا وایسین. میام.
آج خانوم، خانوم اردهالی، سباش. صداتونو که شنیدم پای تلفن شک کردم شما باشین. شماره رو زدم تو موبایل خودم، گفتم بیام شاید یه کمکی بتونم بکنم بهتون. محسن 19 سالشه، چند بار بردمش کم ولی دوباره شروع کرده. الان 2 ماه از اتاقش نیومده بیرون. این چند وقتم من براش گرفتم از همین شماره، از شوهر من میگرفت، دار ندارم اونو داده شیشه خرید. الانم افتاده بیمارستان، باید عمل بشه، واسه عملشم پول میخوان. پرسیدم گفتن سودش تو خورده فروشیه. نشد ولی همشو ازم زدم. هرچی مونده این توه. من باید برم مصدم هست، خیلی که طول بکش هرچی دم دستش باشه میشکم، میترسم تو در همسایه آبروم بره. من مادرم نمیتونم زج کشیدنشو ببینم. اگه با این بچه میگرفتنه چی؟ یه اوضاع وضعیتی که خودت درست کردی. من گفتم بری دراری پلیس در نیاره. آدم با 1 کیلو جنس اونمش بیفته و خیابون بزننش اینجوری دارو ندارو اون رفت. اما بدبختیم که دارو ندارمون 1.6 کیلو هست. هر با خاک مادرم جون این بچه. جون نگار رو قسم نخور، به قرآن بخوای گوش ندی با خودم رو را میفتم میفتم بیرون. میای بیرون چی کار کنی؟ همه چی پرید، خونه، ماشین، دیگه هیچی نداریم بری بدی جنس بگیری بفروشی. یه جای جنس دارم. چی؟ یه جا دیگه جنس دارم من. کجا جنس داری؟ جاش به تو مربوط نیست. میام بیرون خودم میرم ردیفش میکنم. با این وضعیت کجا بری؟ اوضاع سرکلت خرابه، میفهمی؟ باید عملت کنن. عمل پول میخواد. اومدیم از عمل نمیمدم بیرون. خفه شو. اومدم بیرون آدم سابق نبودم. خودم خراب کردم، خودم درستش. تو یه بار درست کردی واسه 7 پشتمون بسه. همش نزن دیگه انقدر. اینجوری درست نمیشه. فکر کردم بیرونت کردن. منو بیرون کنم؟ مادر نزایده مثل گربه مرتضی میمونم، هر جو بلم کنی دوباره چار چنگولی میام پایین. تک تکشون آتا دارم از بالا تا پایین، هیچ گاهی نمیتونم بخورم. امانتی تو چیکار کردی؟ چی بابا خفتم کردن همش به باد رفت. تو رو میشه چونشو تو چرا هر جا میری زخم و زیلی برمیگردی؟ اینجایی؟ هی دارم پیجت میکنن. چی کار میکنی تو دستشویی میرهادی؟ همه تو دستشویی چی کار میکنن؟ بگو یوسف داره الان میاد بابا. ببین مشتبه میگه من فرار میکنم و
میرم از بیمارستان اینا، تو خدا حواستون بهش باشه. قربونت برم مامان. بله فریبا. بابای شوهر تو هم کلن رد داده ها. چی شده؟ کل بیمارستان دارن دنبالش میگردن، مثل که فرار کرده. یعنی چی فرار کرده؟ من چه میدونم بابا. میگم یعنی چی فرار کرده؟ بابا همین الان بهت گفتم حواستون بهش باشه. بابا من صاحب نداره اونجا. من داره داد میزنی. با اون وضعش. ببینی هر روز داره دارو میگیره، بعد درست درمون بهش تزریق بشه. به جای داد داد کردن برو زودتر بگم پیداش. باشه باشه بذار پیداش بکنم. مصطفی کار خودتو کردی دیگه آخرش. یه نصف روز تا شب ردیف کنم برمیگرم برمیس. علی فریبا ببین هر چی به من گفتی به خودش بگو. وضعیت اون میتونه استیبل نیست، یعنی هنوز میزون نشدی، لخته تو سرت کامل جذب نشده. شاید فکر کنی حالت خوبه ولی کلی تزریق واسه دکتر نوشته که باید سر ساعت و درست درمون انجام شه. من باید خیلی تلفن بخوری این برون برداری. با حرف دکتر مرزاد هم کار ندارم که گفته عمل شی. اون بیشتر از این که دکتر باشه کاسبه. الو نکن. شیرینی ما یادت نره به کسی هم نره. نسی بیا سرواز منو دید راضی شد. بیا پایین. جنسا تو موتور بود؟ ساعت تومن بده بدم بهش. چی کار کرده مواد باد؟ یک کیلو شیشه تو موتورت بود اون وقت من و این بچه رو باشیم برمون بر میبردی؟ دا بود کلاج و آینه و اینا هم بهونه بود مواد ببری بری دست مردم. نسیم گفتم تا شبی چی نگو جنسا رو بفروشیم خلاص دیگه. بیا پایین. نمیشناسمت دیگه مشتم. الو پایینم من. بیا بیا بیا
الو، سلام فتی، یکم نوبت دارم. آره یه جا میدم ولی ارزون تر. کسی خواست بگو، خبر از تو. خداحافظ. میتی میگه بیا بالا. سر صورتش چی شده؟ سر پول نوا درگیر شدم، ریختن سرم. سنگین تر برمیداشتی ارزون تر میدادم. میگه 50 تا بیشتر نمیخواد. اسمس کارت به کارتش نمیده. کارت به کارت نکرد، گو باید نقدی حساب کنم. بفرمون، چای آماده است. دمت گرد. بچه رو بده. بده دست بچه خودت. بیا ماما، هلاک شد بچه. چند جا دیگه باید بریم؟ یه جا باید بریم، اول جاده چالوس. جاده چالوس یه جا باید بیداره. تو نمیخواد بیا بچه هر مرده با ماشی میری. من میرم بیا. میام با نشناس. میام با هات. از اونجا باید ببرم بیمارستان. بیا. با این وضعیت میگفتی من بیام در ماشین؟ زن و بچه هم تو ماشینه. مسلم که یادته همون میدون باریه، اونم سکته کرده، یه چند وقتی خونه خوابیده. از من سکته نیست، تصادف کردم. یه جا ور میداشتین و من پول لازمم. خودم وضعم خرابه، دهنم سرویس میشه، پول خورد خورد از اینا میگیرم. گرفتی اونی که بهت گفتم؟ کار دست خودت ندی. رؤوف، رؤوف. بله. برو به جمع بگو خدیج گفت امانتی رو بده. باشه. نگیری دستت بیای. به زیر پیرنت. یه موقع گیر میر کردیم برای پیدات نشا، نمیشناسنت. اینجور وقتا هیچکی رو نمیشناسه. دو دقیقه خلوت میکردی من چهار تا دود میگیرم. بده با آقا. بلنشین بریم بیرون. بلنشین بریم بیرون. بودو دیگه. وضع ما رو دور افتادیم، مواد میدیم دست مردم. مردم از ما رو نگیرن یکی دیگه میگیرن. ایدام میکنم بالاخره.
نمیخواستم این بچه حسرت به دل بمونه که نشه. بس دیگه، چونه نمیزنم، هرچی یا روگو بهش میدم بره. آقا رزی میگه جنسا رو با ترازو خودش میکشه. بگو بیاد اینجا، تکون نمیتونم بخورم. گفتن سکته کردی، خودم تکونت میدم. باشو یه تصادف کردم. آقا بگیر زیر بغلشو. باشو جنساکو بچه باقا جنساکو بچه بچه نکن جنساکو بده پیش نه نکردیم جنساکو نه بس دروغ خوبیم جنساکو بیش نه اینه 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 جنس اینه اینه برسم برسم آیه آیه بچه 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 که مامان یه لحظه میشه درواز کنیم؟ شما؟ ابوالفضل آقا بگی همین که چند روز پیش اومده بودیم خونتون بسه باز رسیم. سلام، اینو آوردم بدم به خودتون، خواستم بفروشم سر عقد یه چیز بدم به آبجیم سربلندش کنم. خودتون گفته اگه خواستی بفروشی بیارو بده به خودم، منم آوردم. واسه برم پولشو بیارم واسه.